بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. العفو منك إلهي والذنب جاء مني. العفو منك إلهي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحیم. سیومین درس از درس‌های موسیقی را، موسیقی و هنر موسیقی و یپاره. دوست عزیز، می‌خوایم سر موسیقی صحبت بکنیم. وقتی که سر موسیقی صحبت می‌کنیم، احساساتی صحبت نمی‌کنیم. من از روز اول گفتم که نفس انسان همیشه چیزهایی که حرام است رو بسیار خوش می‌داشته باشه. یعنی من هم یگان جایی که موسیقی را می‌شنوم خوشم میاد، اگر از نگاه خوشی باشه سرم تاثیر می‌کنه. ولی که حلال است یا حرام است، یا جایز است یا ناجایز است، یا خوب است یا بد است، این قرآن تعیین میکنه و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین میکنه و این که علما و مفتی های اسلام دربارش چی گفته اونا تعیین میکنه. اما این که مزاج من هست یا من را یک چیز خوشم میآید، طبعا هر حرامی که است، اما دوزخ که است، راه دوزخ هم تو خوب سرک قیر است، چهار طرفش گلاه است، دخترای برهنه است، فیلم ها هست، سینما ها هست، دول هست، رقص هست، ساعتیری هست، تا که نمی سرک همه تا قیریزی رفته میری قلوب داد و زخ میفتی. اما راهی که به طرف جنت میری، راه جنت جهاد است، راه جنت مثلا لط خوردن است، راه جنت مثلا خونت میریزه، راه جنت مثلا سنگلاک ها هست، سختی ها را میبینی، دشنام ها را میشنوی، توهین میشی، تهدید میشی، دندانای پیغمبر شهید شد، پیغمبر از نعلین مبارکش خون جاری شد. یعنی جنت رفتن کار آسان نیست. پس او را که است، رای دوزخ که است، بسیار با گلها و با زیبایی هاست. از این خاطر بسیار ساده انسان میتونه به دوزخ بره، اما وقتی که بخواهی به جنت بره، رای جنت پر از مشکلات است. به هر صورت ما میخواییم که درباره موسیقی بفهمیم. اول خدا بفهمانیم و باز بعد از او سر از او بگیم که حلال است یا حرام است یا جایز است یا نجایز. به خاطر فهمیدن یک مطلب، همیشه شما کسایی که جوانایی که دعوتگر هستین، جوانایی که با فکر هستین، با اندیشه هستین، شامل نهضت اسلامی هستین، شامل ازی هستین که باید جهان تغییر بکنه، جوانایی که میخواین که بیرق اسلام در سر قصر کرملین و سر قصر سفید بیرق اسلام را بلند بکنین، همیشه وقتی که تحقیق میکنیم سر یک موضوع، منهج علمی چی است؟ باید تاریخچه‌اش بفهمی که از کجا شدی. اول تاریخچه‌اش بفهمی و باز وقتی که تاریخش فهمیدی، از زمان سابق تا به امروز آهسته 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 برد تمام بخش‌های موسیقی واضح میشه، معلوم میشه. هر چیزی که میخوای، تنها موسیقی نه، هر چیزی که میفهمی. پس ما وقتی که موسیقی را میگیم در لغت و در اصطلاح ویگا پاپ فهمیدیم که در لغت موسیقی چی را میگه و در اصطلاح موسیقی چی را میگه و یار چی را میگه. خب به هر صورت عالمیم سر از اینکه موضوع بسیار مهمش که تاریخ موسیقی را سر تاریخ موسیقی و تاریخچه موسیقی بحث میکنیم که موسیقی از کجا شروع شد. موسیقی از زمانهای بسیار قدیم وجود داشته، بسیار از زمانهای قدیم، و امی صداها اصلا علما میگن، کسایی که در این راستا تحقیق کردن میگه اول صداهای موسیقی و صداهای زیبا و صداهایی که بود زیادتر صداهای طبیعی بود، که مثلا صدای پرنده ها بود. مردم از صدای پرنده ها لذت می بردن، مثلا بعضیا گل سر داشتن و بعضیا سایره داشتن و بعضیا بودنه نگاه می کردن و بعضیا مثلا کپک نگاه می کردن. این گپا بازم اون صدای از یه خوششان می آمد، خوششان می آمد. پس این صداهایی بود از پرنده ها که
بسیاری کسا از اون لذت می بردن و بعضی از حیوانات بود صدای بسیار زیبایی داشتن، آبشارها صدای بسیار زیبایی داشتن، بعضی کسا را صدای آبشار میگم من برم در اینجا قرار خود یک بغل پرتم در پالو یک حوض یک آبشار از خوشش می آمد، یا مثلا نسیم زیبایی که صبحی مثلا از یک نسیم میوزه و در بین درخت ها و گل ها باشی یک صدای خاص خود داشته. خب خلاصه آغاز امو صدای خوش و موسیقی و گپا از همین صداهای طبیعی که وجود داشته و بالاخره باز انسان ها ایره جمع کردن، صداهای زیبای انسان ها هم بوده، باز بالاخره این صداها جمع شدن به امرای چی؟ به امرای بعضی از وسایل موسیقی که بالاخره اول مثلا صداهایی بودن که پف میکردن و باز بالاخره صداهایی که از پوست حیوانات دایره و طبل و گپا ساخته شد. باز اقسامش هم شدم در بخش برتون تشریح خاط کردم. اینال وقتی که ما میخواییم سر موسیقی گپ بزنیم، موسیقی هایی که صحبت میشه از زمانهای قدیم وقتی که وجود داشته، مثلا اگر بیم در قرون وسطا ببینیم که در قرون وسطا در غرب چه قسم موسیقی بود، در شرق چه قسم موسیقی بود، اکثرا موسیقی هایی که در قرون وسطا در کشورهای غربی وجود داشت، در کشورهای اروپایی وجود داشت، زیادتر موسیقی هایی بود که تحت تاثیر کلیسا بود، در داخل چوکات کلیسا ترانه ها خوانده می شد به امرای بعضی از وسایل موسیقی و این شکل مذهبی و دینی و عقیدتی را داشت. و عین گپ در هندوستان ادیان هندی زیادتر در عباداتشان با موسیقی عبادت می کردن. همیشه پیش بت اگر دیده باشین بسیاری وقتا وقتی که می رقصن و پیش بت خواندن میکنن ای ناموره سبسی بڑا تیرا نام شیروالی، این گپا را که خوانده میرن ای کلش چی هست؟ پیش بت ها دارن یک کسی از شیروالی او را میگن که او در سر شیر شیشته و برای ازی خواندن میکنن و پیشش میره ای بگوان، این خواندن ها برای بگوان میکنن و رقص و موسیقی و این گپا جز عقیده و دین از اونا هست. و متاسفانه بعض ادیان دیگه که ادیان سماوی بوده و بالاخره اینا هم به این ادیان بت‌پرستی متأثر شدن در طول تاریخ و حتی مسلمان ها هم متأثر شدن، مسلمان هایی که مثلا خواستن خصوصا مثلا شما ببینین یک چال هست که مثلا به خاطر گمراه ساختن بسیاری وقتا ما و شما خود مردم ساده هستیم، میگه از ساده و ته حرامزاده، یگان کس را میگه من بیچاره ساده هستم و تو بسیار حرام تو آدم چیز. پس این بسیاری وقتا از سادگی ما مردم بیچاره‌ای که بی‌سواد هستیم استفاده شده. پس موسیقی را به یک شکل آوردن در داخل دین، مثلا برای اسلام ایره یک ارتباط دادن. از کجا پیدا شد؟ یک کسی رفت هندوستان، اگه تاریخچه‌اش بخواین بالاخره از اونجا در هند دید که مردم خوب دین خوش دارن. خب طبعا همین اکثرا کدام مردم ها همین موسیقی های که در بین ازی به شکل دینی مطرح میشن، هستم غریب و خار و دلازار یا علی، که خواندن ها را خواندن میکنن و چی میکنن. اکثرا اگر شما دیده باشین یک وقت ما خورد بودیم در بعضی عروسی ها که میرفتیم، در عروسی میدیدیم که رقاص هست و دخترها را آوردند و سازنده ها هستند و امی استادای موسیقی و یار آوردند و تا دو بجه شب کلش خواندن های بسیار حرکات زشت و شراب و زنا و گپا. باز دو بجه شب که میشد باز اون تنبور خودم میگرفته، باز از شروع میکرد به نادخانی و شروع میکرد به یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده، و باز یکی رو جن میگرفت و یکی باز چی میگن اینی گپا شروع میشد. و این موسیقی رو چرا مردم زیاد به این علاقه دارن و چطور دشمنای اسلام یا مثلا کسایی که دوستای بیخبر اسلام موسیقی رو در داخل اسلام هم داخل کردن، علتش همین بوده که اکثرا جوانایی که شما ببینین، بسیاری جوانایی رو من میشناسم کسایی که همراه ما بودن و حال پیر شدن مثل ما واره کاکاگک و پیرک و دیش سفیدک شدن، چون در نهادی از این موسیقی را زیاد شنیده و خوشش می آید و همیشه باید خواندنا را بشنوه و بشنوه و بشنوه، اینال ای خود مزاجش است. اذا کسر الکلام و علی اللسان استقر فی القلب. از این خاطر یک مقوله هست میگه وقتی که زیاد یک گپ بگوی او گپ در قلبت می شیند، داخل میشه در قلبت. از این خاطر یک مسلمان باید همیشه بگه لا اله الا الله، لا اله الا الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، قرآن عظیم الشان بخونن تا که این الفاظ کلمه با کثرت و با زیادت انتقال بکنه به قلب. قلب انسان پر از کلمه شو، باز همین وادی که انسان کلمه وادی که وقت جان کندنش میشه، باز لب خوش میشه، دهان خوش میشه، لب و دهان حرکت نمیکنه، باز امی لا اله الا الله به لب و دندان نیاز نداره،
ببینیم سر اختا لا اله الا الله، لا اله الا الله وقتی که میگی ایش لبایتون کار نمیکنن، دندانایتون هم دیگه کلمات کلش باید لبایت شور بخورن، چون این وقت دانتون تو شخ ماده آلو چی میبره از قلبت صدا میبره میگی لا اله الا الله، لا اله الا الله. اینه از این خاطر زیاد آدم باید کلمه بخونه. خب اینا کسانی که برعکس از اینکه لا اله الا الله را زیاد گوش بگیرن، همیشه تا گوشش موسیقی بوده، در موتر هم موسیقی بوده، در هر جای موسیقی بوده، بالاخره این خب مجرا هست به قلب. حواس خمسه چی است؟ حواس خمسه تمام معلومات را میده، مثل که یک اتاق است، در بین اتاق پنج کلکین است، از این پنج کلکین یا از این پنج همون نل که داخل از این آب میاد بالاخره در قلب داخل شده میره، داخل شده میره. حالا بعضی کسی هست که موسیقی جزء شخصیتش شده، جزء سیرتش شده، جزء لاینفک زندگیش شده، همیشه باید موسیقی بشنوه. خب در جوانی میشنوه و میشنوه و میشنوه و میشنوه، عادت میکنه به موسیقی. حالا که پیر شده و تاریخش تیر شده و گپش خلاص است، لکن همو عشق موسیقیش خمرش است. پس آل برزی چی را جور کردن؟ را جور کردن که والا آل بیخ ایخو چی هست دیگر؟ آل موسیقی دینی میشنویم. آل میخواه که موسیقی را چی بسازن؟ یک چادر اسلامی در کلش بانن. باز امو موسیقی است، امو دول است، امو تنبور است، امو ساز است، امو رقص است، منتها تا دیروز به شکل یک غیر دینیش به گناه بود. جوان هستیم، باز که پیر شدیم توبه میکنیم، باز که پیر شد چه قسم توبه میکنن؟ آله از زیر چکک میخیزه میره زیر ناوه، چرا که اون موسیقیه که فاسقانه هست گناه کبیره هست، و اون موسیقی که به نام دین است ای آدم کافر میسازه. خاطر از اینکه من این حال براتون باز مثالها دارم، من مثالهای شعر برات میارم و ببینی که در بین شعر چقدر توهین یک پیغمبر است. قصه سنگ تراش هیچ موسیقی نه، هیچ طبله نه، نات است. یکی از دوستای خدا، آدم بسیار خوب، خدا ببخشش، حال فوت کرده، او را خدا ببخشه، اما قصه سنگ تراش میکنه. در قصه اوتو نشان میده که یک نفر برای خداوند بسیار گپای زشت میگه. موسی علیه السلام میخواد که این نصیحت بکنه که ذات ذوالجلال است، برای صفات خوب بگو، عیسی ناامید میشه و موسی علیه السلام بسیار توهین میکنه که یعنی یک موسی علیه السلام اومد گیر از دلش از دین سیاه کرد، در حالی که سبحان الله توی شعر سنگتراشه که میخوانی آیا تو میفهمی که موسی علیه السلام کی بود؟ پیغمبر اولوالعزم. آیا تو میفهمی که موسی علیه السلام پیغمبری است که از گناه صغیره و کبیره خلاص است؟ آیا میفهمی که تو پیغمبر معصوم است؟ خیر است، اینه باز نوبتش وقتی که سر شعر موسیقی آمده میرسیم. به هر صورت تاریخچه موسیقی از اینمیجا شروع شد، بالاخره در اونجا ارتباط داشت موسیقی با چی؟ با دین. اما اسلام که است؟ دین دیگه هست، با بت پرستی فرق میکنه. در اسلام دول نیست، طبله نیست، درست است وقتی که هندوی کار میکنه او عقیدهش است، او جز عبادتش است، او نمیتونه عبادت بکنه. مثلا عمل یک نصرانی در کلیسا بدون اون پیانو نمیتونه که عبادت بکنه. اما موضوع نیز مسلمان، آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم عبادت کرده در بین مسجد؟ موضوع پیروی محمد صلی الله علیه و سلم است. پس وقتی که تو میگی موسیقی جز اسلام هست و در اسلام هست و ما موسیقی دینی داریم، اول گپ بده بسن چی گپت کجا میره؟ یعنی بر مردم میگی که محمد صلی الله علیه و سلم، ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، اینا هم چی میکردن؟ موسیقی مینواختن دیگه. پس تو پیغمبر داشت نام دادی، در حالی که در آیات قرآن و در احادیث میگه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مثلا یک کس میخیزه کت لونگی خود، کت ریش خود، کت چپن خود، کت لباس بسیار اما تو چیز خود عطر انداخته میره رقص میرقصه، برای مردم چه قسم دین معرفی میکنه؟ همین کسی که خدا خوب عالم میگیره، مولوی هم میگیره و خدا معرفی میکنه، در حقیقت ای بر مردم اوت معرفی میکنه که العیاذ بالله، چون من عالم هستم و در مسند پیغمبر نشستم، پس این کار را که من میکنم کاری است که من با پیروی از پیغمبر میکنم، پس پیغمبر بر مردم اما تو معرفی غلط میکنه. از این خاطر برادر عزیز، اگر موسیقی خوشت میاد، ساز خوشت میاد، بگو ولی موسیقی حرام است، ناروا است، من گناهکار هستم، اللهم عفو کن. اما او رو وقتی که در دین داخل میکنه،
از این خاطر چون در قرون وسطاک وقتی که مطالعه کردیم، شما کتاب را لطفا مطالعه بکنید، کسایی که استاد موسیقی هستن تاریخ موسیقی را از پیشان بخواهند، ببینید که در یونان و در رومان قدیم موسیقی با چی ارتباط داشت؟ موسیقی ارتباط داشت با بسیار با دین و با کلیسا و با ایگپا و دیگر. خب در بین عرب ها چه قسم موسیقی بود که ما و شما میگیم و در بعضی از روایت میخونیم؟ در بین عرب ها موسیقی یا چیزی که بود دایره داشتن، یک قسم دایره ها بود، یک قسم طبله ها بود در پیش از اونا، و اکثرا این دایره و طبله را که میزد کی میزد؟ صحابی پیغمبر هیچ وقت دایره را دست خود نگرفت، نه صحابی جوان نه صحابی ریش صفه. تصور کنین من دایره دستم باشه، دایره بزنم، همین شخصیت من پیشتان چی میشه؟ بعد ضرب صفر میشه نمیشه؟ تو جوان مسلمان که دست دایره باشه، ببینید دمیرا ببینید که هر که دایره دست دایره زدم، شخصیت تا کجا؟ تحت صفر است. پس تو چطور تصور میکنی که یک صحابی پیغمبر عبدالله ابن عباس 10 ساله یا 12 ساله یا حضرت علی که 12 ساله و 15 ساله بود اوتو چیز در دستش باشه؟ نه خیر، اونا شخصیت هایی بودن که اگر جوان 17 ساله بود رهبر جهاد بود، به طرف روم اسامه ابن زید خیز حرکت کرد، قمندانی میکرد، در رأس جهاد قرار داشت، تو به روز دایره را میدی؟ یا تصور میکنی که یک زن مسلمان در پیشوری مردم دایره بزنه و باز مردم صدایش از کلکینا بشنه که سمنک در جوش، ما کپچه زدیم، دیگران در خواب ما دبچه زدیم؟ کدام بی بی کار میکنن؟ بی بی خوب بی بی سمیه بود، یعنی خیر صدی اقل من علامت من را دشنام بتین، لیکن اقل پیغمبر را دشنام نتین، صحابی پیغمبر را دشنام نتین، دینه بر مردم منفی معرفی نکنین. مشکل ما این است که بسیاری کسا ادبی که باید ما به پیغمبر داشته باشیم، ادبی که به صحابه کرام داشته باشیم، ادبی که به امهات المؤمنین بر بی بیا داشته باشیم، زبان عفیفی که باید یک مسلمان داشته باشه، ما حداقل اگر خود ما نداریم اونا را خود متهم نسازیم. یعنی وقتی که ما میگیم که سمنک نظر بهار است و این بی بیا کرده، یعنی کدام بی بی مثلا فار اگزمپل کدام بی بی، یعنی تصور میکنیم خب این خلاص والله که خب بی بیای فعلی همین کارا بکنن، برو حافظ دخترایی که حافظ قرآن است، برو دخترای کامل در مدرسه حافظ مردم قرآن درس میتن، برو پرسان جان بگو بیبی جان، خواهر عزیز، آیا شخصیت تو تقاضا میکنم این ایسی مدیر مدرسه فخری، مدیر مدرسه فخری که است بیبی حلیمه شاگرد من هست، پانتون محصل من بود، پیش من درس میکن، والله 5 سال پیش من درس خوانده اگر من موی شهیده باشم. پرسانش که بگو ببین حلیمه، آیا شخصیت تو تقاضای زیره میکنه که تو دایره به دست بگیره؟ میگه استغفرالله استغفرالله. برو پرسان که کدام بیبی؟ هیچ، نه در زمان قدیم و نه در زمان حدیث و نه در حال. او کسایی که بازو میرقصه و دایره به دستش هست، او را بیبی گفته و او را با خانمهای پیغمبر و با زنهای صحابی تشبیه کردن، نخیر ای کسایی که دایره میزنن و لیدی هست. من برای خارجی گفتم there is difference between بیبی and لیدی. بیبی کسی است که با حجاب است، بیبی کسی است که با ستر است، بیبی کسی است که با شخصیت است، بیبی کسی است مثل بیبی سمیه هست، بیبی کسی است مثل بیبی خدیجه هست که الله برش سلام فرستاده، بیبی کسی است که مثل بیبی زینبه هست، بیبی کسی است مثل بیبی عایشه هست که هر کتاب حدیثی که باز کنی، صحیح البخاری، صحیح مسلم، ابو داوود، سنن ترمذی، کلش باز کن، عن عایشه رضی الله عنها، از مادر مؤمنان عایشه، از عایشه، اینی بیبی هست که ما شاگردایش هستیم. بیبی خانم فرعون است که قرآن بر ما گفته که و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، بر مسلمان ها ضرب مثال است، مثال است کی؟ الگو هست، خانم فرعون. از قالت رب ابنی عندك بیتا فی الجنه، گفت که پروردگارا بر من خانه در جنت آماده بساز. اونا بی بی هستن. اما لیدی اون کسی هست که مینی جوب است، ماکسی هست، والله درباره از اون دیگه من زیاد گپ زدن نمیتونم، به خاطر اینکه عفت زبان مسلمان تقاضا زیره نمیکنه که ما از لیدی های غربی گپ بزنیم. خجالت میکشیم که حداقل ما مو تصویر از رو به زبان بگیم. خودتان رو در اینترنت در کل جای خودتان میبینید. ما درباره از وای تبصره نداریم، چیز نمیگیم، از طرف ما برشان سلام باشه. پس این حاله در زمان نبی اکرم صلی الله علیه و سلم
وقتی که گپ از موسیقی گفته میشه، این موسیقی نیست که امروز در افغانستان است. او وقتی که وقتی گفته میشه که مثلا یک کسی یک خواندن میکرد، طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله دا، دختراهکای نابالغ خردسال او رو جاریه میگفتن. جاریه دخترکای خرد نابالغ، او رو گکا دایره گکا داشتن و هم دایره های داشتن که زنگ نداشت و او دایره عروسی دخترکا جمع میشدن میخوندن. و یا کدام خانمی که در بین زنها و او رو هم جواری یا جاریه میگفتن، که یکی از کلمات جاریه چی هستن؟ زنهایی که کنیز بودن، غیر مسلمان کنیز است و حکم خاص خدا در کتابای اسلامی داره. و او هم در بین مجلس زنا، تصور میکنی والله یک عالم، الله هدایتش کنه، الله هدایتش کنه، در تبلیغات خود میگه به اردو میگه دو تا جواری که او ترجمهش میشه، دو تا دخترکای خرد در خانه پیغمبر صلی الله علیه و آله ترانه میخوندن. و ابوبکر صحابی مبارک ابوبکر سیر داخل میشنه، برش میگه که شما در خانه پیغمبر شما موسیقی میخوانید؟ یعنی ابوبکر صدیق خوش شاگرد رسول الله است، میفهمه که موسیقی یک چیز مردار است. برش میگه شما در اینجا میخوانید؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه این دخترکاست، دخترکای خرد است، شعرهای را میخوان از غزوات یگپاره. و پیغمبر هم گفت بار عالی عید است، دخترکای خرد خورده است، اینقدر زیاد جدی نباشون که سر دخترکای خرد هم برای چیزای خرد خرد نمان. این عالم از العیاذ بالله العیاذ بالله العیاذ بالله میخزه میگه، میگه پیش پیغمبر دو تا زن خواندن میکردن. استغفر الله. او عالم، کاش که دولچی میبودی، اگر دول میزدی در کفر داخل نمیشدی، تو سر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تاخت و تاز میکنی. و باز میگه که ای لوگو دولیدی پیغمبر که پاسته گانه گرحاهته. استغفر الله. و دشنام دادن با پیغمبر خدا و تو هم تهمت کردن سر پیغمبر خدا. من کذب علی متعمدا فلیتبوع مقعده من النار. پیغمبر صلی الله، اگر کسی یک حدیث ضعیف به من دروغ میگه، یک حدیث تحقیق نکردی، میگیره پیغمبر گفته، مرکزت دوزخ است. الله ما بسیاری وقتا که یک حدیث میگم رو میپالم که باشه کدام کتاب پیغمبر گفته. بعضی کسا از کتاب تو واس کرده میرن، والا پیغمبر رو تو گفت، والا پیغمبر رو تو گفت. و پیغمبر میگه که او مولوی سید، من کذب علی متعمدا، کسی که قصدن سر ما دروغ بگویه، فلیتبوا مقعده من النار، از این خاطر خودش ریشتا چک چک میزنه، چهار تا کاغذ ریش سفید تاریخ تیر شدگی 120 ساله را آورده واسه بر تنک انداخته میره و این برشان فتوا میده که العیاذ بالله العیاذ بالله. دو جاریه که در زبان عربی، من 7 سال در زبان عربی تحقیق کردم، 7 سال تحصیل کردیم در زبان عربی، جاریه به معنای دخترکای خردساله که اینا به سن بلوغ نرسیدن، دو تا دخترکای خرد خرد در خانه پیغمبر. و ایره میگه و لحوه که در زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحبت میشه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه آیا کدام لحوه نیست که در یاروسی یگان مردم چیز شده؟ منظورش همی چی است؟ دایرگکای بیزنگی که دخترکای خردسال میزنن. اما در کل احادیث و روایات من دیدم، من یک وقت به این نظر بودم که اگر شما ما مثلا برای عروسی اسلامی یک 10 نفر بچه جوان دایره بزنن، دایره داشته باشن، ترانه بخورن، ولی وقتی که من تحقیق کردم دیدم که هیچ بچه جوان صحابی دایره نزدن. پس من گفتم بیادر برادرای جوان، شما هم از دایره مایره دلتان رو بیغم کنید، ما شما پیرو رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیرو ابوبکر صدیق هستیم نیستیم؟ پیرو حضرت عمر را دلتانو هستیم نیستیم؟ پس پیرو حضرت علی را دلتانو هستیم نیستیم؟ حالا ساختی که ما پیروی از اونا هستیم، اونا این کار نکرده، ما هم نمیکنیم. این حال در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله موسیقی وقتی که صحبت میشه یا لحو صحبت میشه، از دایرگک های
خرد و ریزی یا از وسایل بسیار کلاسیک ابتدایی مثل یگان تولگک که ادو هم بعض روایت آمده صحابه کرام کلکای خود در کجا میماندن؟ در گوشای خود نمیشنیدن توله را و یک قسم جاز و یک قسم تنبوره و یک قسم وسایل که امروز بوده به او اثر نبوده. پس در محافل عروسی های خوشی که بوده این قسم اصلا و در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم این قسمی نبود که ساعت 9 بجه بری تا 12 بجه در خانه داماد بشینی. این قسمی عروسی ها نبود یا خود پسان پیدا شده. او وقت عروسی چه قسم بود که نکاح میکردن چند نفر میامدن در اونجا نکاح را بسته میکردن و اکثرا در مسجد میکردن و وقتی که نکاح ختم میشد سعی کنین وقت نکاح ختم میشد داماد عروس خانه خود میبرد بعد از او داماد به سبای ای روز پیش خود فکر میکرد ولیمه بکنم یا نکنم اگر خود داماد میدید که ولی یک گوسفند دارم یاده تا گوسفند دارم یا کدام درک خوردنی دیگه شیرنی باب میداشت یا مثلا خرما میداشت یا مثلا یک غذای را به نام سویق میگفتن از شیر و از خرما و از اصل یک پا چیزا بعضی غذا جور بشه اگر میداشت وارا میورد باز مردم هم میفکه او برادرم من عروسی کردم نکام دیروز بخیر تیر شد امروز از بین دوستا خانه مبین یک برتان یک دانه گوسفند زب هم میکنم امیر یک کاسه شوروا یا کباب میکنیم میخوریم. و اگر احیان داماد میدید که ولی چیز ندارم حالا چی؟ مصرف کنم ولیمه سنت است خوب چیز است اما ندارم. وقتی که آدم غریب بود سر آدم عجام فرض فرض نیست مثلا در مسائل مالی و پولی زکات سر غریب فرض نیست فرض است. یکی از بناهای اسلام زکات است اما ما که ندارم سرم فرض نیست. او که داره سر زور فرض است زکات. 8 سال بسیاری مردم به زور خدا سر خود حج فرض میسازن حج سرش فرض نیست. بعضی پدراز بچه خدا ما کم میگیره که الان بچه این پیسه بتی الان زود از جیبت پیسه بکش. ندارم پدر جان. حقوق پدر رو نمیفهمی بکش گم شو. بالاخره صاحب خدای پدرهای آخر زمان هدایت کنه باز هم از جیب بچه بیچارش تا میزنه و بالا میزنه و بالاخره یک مقدار پول پیدا میکنه باز این غریب فقیری که هیچ سرش حج فرض نیست باز میره بزور سر خود حج فرض میکنه. ولیمه اینه گپ است. ولیمه سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است برای کسی که توانایی ولیمه را داشته باشه. بعضی صحابی کرام بودن هیچ تواناییش نداشتن نکاح کردن رفتن خلاص چند تا میمان کردی هیچ کس ولیمه کردی نه چرا نداشت و صحابه هم از او چون وا دینه تطبیق میکردن نه هم چشمی را ما مسلمان ها را که ضربه زده و شکست خوردیم و تک تک هستیم نه به خاطر از اینکه دیندار هستیم به خاطر از اینکه در زیر چشم ما دین نیست. زیر چشم ما چی است؟ هم چشمی هست که والا مردم باز ما را چی بگه ما باید خوب و طلب بسیار کلانه بگیرم به خاطر از اینکه مردم و یا بسیاری وقت هاست که بس بر سرش میگه که بعض کساس تحمیل میکنن. به هر صورت موسیقی در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله این موسیقی امروز نبود. موسیقی آهسته آهسته وقتی که تاریخ چخانی مثلا ما وقتی که نو رادیو و تلویزیون در افغانستان آمده بود در تلویزیون مثلا حالا زیادتر مثلا موسیقی ها در تلویزیون است. اول که در تلویزیون موسیقی آمد تلویزیون در افغانستان داوود خان در سر کوی تلویزیون این پایی ازیر جور میکردن اونجا سرک جور میکردن ما خورد بدیم و تلویزیون آمد. وقتی که تلویزیون آمد در تلویزیون و رادیو وقتی که اول در افغانستان در ساخته شد اول مردها گوارا به نام دم میگفتن و بعضی ها به نام دلاغ میگفتن و بعضی به نام سازنده میگفتن و باز پسان به نام هنرمند. اصطلاحات قدیمی اون وقت همین قسم بود دیگه که از خفه نشد حالا چرا آدم خفه شد چیزی که هست همین گپو در قریه های همین قسم میگفتن. باز مردها بودن و در رادیو هم مردا میخوانند. باز یک خالگه که جرأت کرد و با هزار بیابی و غال مقالی خیست در رادیو افغانستان برآمد و خان که شیرین روبا بمرن نبودم خانه. این شروع شد در رادیو. بعد از این وقتی که شروع شد در رادیو که شیرین رو با بمره و نبودم خانه بعد از این خواندنا با سه هزارا مردم هزارا جنجال و باز بالاخره
کلگی دیگه اینجا مردم غیرت میکردن که من ایسی یک مسلمان سعی کن تنا آیا خانم من یا خواهر من یا دختر من یا همسر من صدایش در تلویزیون در رادیو برایه. غیرت داشت مردم، حتی اون دو افغانستان هم غیرتی بوده. اون دو افغانستان چادر بود، سر خلاپوت میکردن، پیرن تنبان میپوشیدن، لباس میپوشیدن و امو غیرت خدا داشتن. آیسته آیسته وقتی که تلویزیون برآمد کم کم بی‌غیرتی هم زیاد شد. این تاریخ ماست دیگه، این تاریخی که پدر کلانای ما داشت. اگر امروز مثلا میریم مسجدی خانه که ادامانی برایه و ما را ببینه، یا سید جمال الدین افغانی بیایه ما را ببینه، یا مثلا وزیر محمد اکبر خان بیایه ما را ببینه، با این کار که ما میکنیم باز میگیم تو پدر کلام ازی بر ما و تو میگه که آقستی تو کجا من کجا نواسی مستی تو خدا تو را نواسی من اسازم تو غلام امریکایی تو جاسوس امریکایی تو کسی که در پالوی روس در پالوی امریکا ششتی و افتخار میکنی. مؤسسه هنری پیمان فیلم، مرکز تولید فیلم ها و برنامه های اسلامی در افغانستان. انتشارات سید جمال الدین افغانی، مرکز فروش محصولات پیمان فیلم. دکتر محمد ایاز نیازی، استاد عبدالظاهر داعی، استاد عبدالسلام عابد، استاد نورالله کوثر، قاری مجیب الرحمن انصاری، شیخ محمد صالح پردل، مولوی عبدالعلی خیرشاهی، مولوی عبدالقاهر ابوالاسرار، مولوی ابو عبید الله متوکل. که تمامی این موضوعات را شما می توانید از مرکز فروشات ما، انتشارات سید جمال الدین افغانی، کارت 4، عروج کامپیوتر پلازا، منزل تحتانی، دکان شماره 4 به دست بیاورید. تو نواسی من هستی؟ پس به هر صورت آهسته های سگه چی بگویم؟ از نیستم ات از دیگه چیزی که در خط است. حالا بعضی کسا میگه والا شما گفت بیزنین مردم ها. حالا ما مردم ها کلش توهین نمیکنیم، اما کسی که خانم خود میبره آرایش میکنه و در مقابل مردای نامحرم در چاره استاد میکنه، خیبر نامشه چی بگویم؟ هیچ. میبینیم کتاب ها برش چی استعمال کرده، برش میمینده فلانی کتاب گفته که کسی که اینی کار را میکنه اینی نامش است. وقتی که کار کردی مشکلی است که در افغانستان کمونیست وقتی که برش بگید تو کمونیست هستی کارش می. اما در کشورهای عربی وقتی که کسی را میبینده کشورهای اروپایی، در کشورهای اروپایی وقتی که بیری، ما که در اروپا رفتیم مثلا اگر شما اروپایی ها را دیدیم، امریکایی ها را دیدیم، عرب ها هست، اگر یک کس کمونیست هست مگه ولی من کمونیست هست میگه یا ولی من کمونیست هست. پرسانش کنی که تو شراب میخونی میگه آه یس آی درینک یس، آیا تو به خدا باور داری؟ میگه نه من باور ندارم، آی بیلیو آن مای بادی. اما در افغانستان کس باز اگه دولچی رو بگی دولچیستی، دول در گردنش هست زورش میتن خیمون سکو. یک روز یک نفر آمده بود از خارج، یا آمده بود پیش چیز استاد آمد دیگه، استاد است از استادای پانتون است، خارج رفته و پس از خارج آمده از این طرف رفت سر کت شمله، از اون طرف آمد کت چوتی موی، یک دانه موی خدا تو جمع کرده، باز اینجا یک لاشتک بند کرده. اینه بچه ها کاری که در پیش زیر زمینه تیر میشه فکر کرده که مستر، گفته او مستر چطوره؟ او ما یک افغانستان مرا مستر میگین. افتم استاد جان چرا قاره سی؟ تو سکی احمق قاره مرا مستر میگین. افتم خود کلیت مستر وارسی. حال ما وقتی که این لنگی رو در سرم میکنم نی؟ حال پانتون میریم سرلاچ صحیح؟ بسیاری وقتا بازار میریم سرلاچ، اما وقتی که لنگی به سر میکنم یک کس مره بگه مولا صاحب چطور هستی؟ ایش کارم نمه مولای صاحب چطور هستی؟ سنده باشی اگر یک کمک رتبه بتا بگم مولای صاحب بسیار از تشکر مولوی گفتی یک کمک جنرال ساختی، اما اگه میگه مولا صاحب چطور هستی خورزابت نام ما میگه صحیح؟ قربان پای مولا. اگه میگه قاری صاحب ایش کار نمیمه قاری صاحب قرآن قرآن میگه، اگه میگه مولانا صاحب این بس برسه. اولا تلفون میگه یک کس میگه السلام علیکم تو های مولای صاحب دایی هستی؟ من واسم مست
ببخشید شما استاد دایی هستید، من میگم تشکر سم است. بعضی میگه دکتر صاحب شما دکتر صاحب عبدالظاهر دایی هستید، من میگم خانه تاباد برام یک دکترا هم دادید تشکر، دکترا افتخاری. خلاص اوکی. اما او که دول اگر در خویزان میگن برام چطور هستید دولجی صاحب؟ چرا کمونیست است؟ کفر میگه کتابای لینین خانش پر است. باش میگه تو کمونیست هستی؟ چرا مرا کمونیست گفتی؟ خچی هستی؟ خیشی هستی؟ خواهی چیز که هستی؟ چرا قارم همه وقتی که سلا سخت یک راه را اختیار کردی؟ من را کس پرسان کنه تو چی هستی؟ میگم الله مرا گفته سماکم المسلمین، من مسلمان است و من مسلمانی خود افتخار را میکنم و میگم اینه بیست گناهگار هستی؟ میگم ولی گناهگار هستم، افتخار نمیکنم به گناه خود، احساس شرمندگی میکنم از گناه، ولی شرمنده هستم پیش الله جل جلاله، توبه میکنم برای الله. معصوم هستی؟ نه معصوم نیست، معصوم پیغمبر بودن، من معصوم نیست. اینال موسیقی که بالاخره در افغانستان آمد در زمان کمونستا، آهسته آهسته غیرت هم چی شد؟ سلب شده رفت. فلانی جان کت خانم خود آمد در تلویزیون، گر ندانی غیرت افغانی هم چون با بگرام آمدی میدانی میدان بگرام، برو باز غیرت افغان ها را سایی. امو وقت هم بازم یک کم حیا داشتی زن هم. چی بود حیایش هم؟ که زن با مرد اگر خواندن هم میکرد آرام استاد بدن سیزنی؟ ادقل استاد بود، وام استاد بود، وام استاد بود، وام کمک کالای افغانی پوشیده بود، وام کالای افغانی پوشیده بود، یک ذره پوشیده بود، بازه که آهسته آهسته خواهد. باور بکنی یکی از قصه های جالبه که من دیدم، یک زن با غیرته که واقعا آوازخان بود، بسیار غیرتی بود. من در رادیو افغانستان یک وقتی کورس نطاقی میخوانم و امی برنامه سیرت هم میخوانم، سیرت النبی صلی الله علیه وسلم، در رادیو میخوانم. وقت رادیو افغانستان بود و او وقت من شاگرد بودم، محصل پوانتون در وقتهایی که من محصل بودم و در وقتهایی که شاگرد بودم میرفتم در رادیو و کورس نطاقی خواندیم و بالاخره بعضی برنامه های رادیو رو میخواندم. یک روز گفتم برنامه دهقان رو برام دادن، گفتم که دهقانان عزیز، یک نطاق من برای فرم ملا ها مولانی ده اینجا هم دهقانان عزیز خوب هم تو ملا هست نیم نیم خوب هم تو برش حلوه ماره خوب هم تو از حنجره برش گفتم که دهقانان عزیز و بعد گفت بشین، گفتی که ملای تیجا در رادیو شروع کردی دهقانان عزیز سم دوگه دهقانان عزیز، گفتم خب معذرت میخوام. دمی وقت یک وقت بود که یک هنرمند ایندی به افغانستان میامد و در رادیو افغانستان کل دیگی مکتوب استعلام آمد که تمام کارمندای رادیو باید برن به میدان هوایی به استقبال امیتاب بچن. خب کل دیگی سب خیستن و دویده دویده رفتن به استقبال امیتاب بچن در میدان. وزیر سب مید دوام، رئیس هم مید دوام، شاگرده های مکتب هم میده و محصولین هم میده و کل از یه سب دویده دویده رفتن پیش امیتا بچه. در دفتر ما ماندم و سیما ترانه، سیما ترانه همونجا مدیر یک بخش از نشرات رادیو بود، برنامه جوانه را پیش می بود. من دیگه به این برنامه خود هستم که برنامه را می خوانم و امون کارمندهای تخنیکی هستن، من دیگه ماتل هستم چون ما بل مکتب بودم اونجا، وظیفه نداشتم، تو یگان ساعت میرفتم، رفتم اونجا و ورقای درس مس خوانده میریم، دیدم که کلگی در رادیو نیست، رفتم به دفتر تنها همی شیشته و یک دمی او دیگه او طرف شیشته کالا سر من قارنش، این دفتر بسیار کلان است، چوکی زیاد داره و همکارای تکنیکی و اخون رفتن نمیدونه، باید همی کسایی که چی هستن هنرمندا و کسایی که نطاقا و هستن برن. خب من قرار اینجا شیشته می برنامه خود خوانده میریم که بر از او تلفن اومد که کی از دی دفتر؟ گفت دی دفتر یک دو سه نفر مانده، یکی اونم که همکار بالمقطع برنامه های اسلامی است که او سیرت النبی رو میخواد و اینو گفت که چرا نرفتی؟ او دمی تلفن میگه پرجت، من شنیدم در تلفن برازو میگه که بله چرا گفت نرفتی به استقبال امیتا بشن؟ گفت بی بی رئیس صاحب سر من قار نشو، من یک زن هستم، تن آواز میخوانم، نمیرقصم، اما او امیتا بشن در فیلم دام زنگ در پای خود بسته کرد رقصیده، گفت او رقاصه است، من یک آوازخوان هستم، من پیش او رقاصه نمیرم. گفت ما که
هنرمندای افغانستان وقتی که میره چند نفر به استقبالش میگه گفت حالا ما در هندوستان رفتیم 3 ساعت در میدان هوایی مرا استاد کرده پاسپورت مرا گرفته حتی هم تو احترام احترام خو نیست حتی هم تو آخری استادم کرده ولی هر کس به استقبال آمده باشه حتی پاسپورت مرا تهیه نمیکنه او چی نیاز دارم ما به یک رقاصه برم او یک رقاصه هست و من یک تن آواز میخوانم من نمیرقصم از این خاطر گفت من رفتن نمیتونم والا هم جدیده بش گفتم دختر کاکا قربان غیرتت بازم یک شنگ از این کسایی که بیخی هر چهار شنگ غیرتشان هر چهار زاویهشان گریخته از تو بازم از سه زاویه تا گرفتم یک زاویه غیرتیستی که حداقل همه قدم خود فکرت هست اما تو یک احساس داری پس در او وقت هم در وقتی که نو تلویزیون در افغانستان آمد اگرچه موسیقی ها بود لیکن بازم یک همک حیا اینال شما ببینید در قسمت فتاوایی که مثلا در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله در باری موسیقی فتوا داده میشد به او قسم موسیقی فتوا داده میشد در زمان اولی که تلویزیون آمد بر از اونو خواندن او موسیقی فتوا داده میشد آل که است آل سر بیاین سیل کنید آل در زمان ما وقتی که مولوی صاحب با فتوا میتن و کسایی که میگن ما در باری موسیقی گپ میزنیم ما براتون حساب میکنم اول در موسیقی امروز چند مشکل است نمبر یک موجودیت اشعار بسیار خطرناک شرکی کفری فاسقانه و فاجرانه و درباره از این من یک بحث میگیرم سر اشعار یه بگو یک دومش شنیدن صداهای شهوت انگیز اصل نیست از او کده که بچه که برهنه روی نباشه او رو میرن سیدی شپر میکنن از او کده که دختر زیبا نباشه صاحب خوب بود یک هنرمند بود روش چچکی شاعران برش میگفت که کاش تیر چهره به داغ چچک هوته را توهه دوید خود سیاه هست اسم ستاره بی هوته آل صاحب از او کده که سیزی زیباترین و ایره در سابق در ایگپا خارجی ها دخل نداشت آل خارجی بر از او دختره که از خانه خود میگروزه خانه مچم دیگه خانه نقطه 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 خود مردم افغانستان باز او خانه را برن سهل کنن که خانه چی است این آل فیلن خارجی ها چی میکنن استعمار است استعمار استحمار است خرسازی است استعمار چی میکنه؟ آره سب او دختر زیبایی که خواندن کنه بر از او $1,000 $2,000 که اینال وقتی که او دخترک آمد باز پدرش میگه که نام خدا من یک دختر دارم بسیار باسواد است در یک مؤسسه یک ترجمان انگلیسی کار داشتن یک روز آمده که تو قصه میکنه یک دخترک دارم بسیار باسواد است خب بسیار لایق است بسیار عالی خوب است چی کمال داری دخترتو؟ گفت والا کمالش این است که یک مؤسسه یک چیز کار داشت یک ترجمان کار داشت انگلیسی مردها و بچه هایی که تافل داشتن ماستری در انگلیسی داشتن ناکام ماندن دخترم نه الفبا انگلیسی رو مانده بود بگی نرن ای که رفت اول نمره کامیاب شد آه نام خدا کاکا چه قالی این استعداد استعداده که بگینه را نو بخوانه دستا بوک دستا چیر دستا کپ یار خوانده ای با دستا کپ خود سر کسایی که ماستری در چی دارن؟ در انگلیسی دارن؟ اول کامیاب شده و ناکام شدن اینا شما فکر بکنین که در کامیابی ازی چی گپ است؟ به هر صورت اینا لسه اون دختر که زیبایی را پیدا میکنن او را میرن به دلاری ماش میتن تا کو کلپایش جور بکن خدا هدایت کنه والا ما را با خدا خدا دو تو وقتی هستیم برادرای عزیز از یک چیز بترسین که نبی اکرم صلی الله گفته که آخر زمان وقت است که یک نفر صبح مسلمان می باشه شب مسلمان می باشه الله ما شما را نگاه کنه الله نگاه کنه بسیار سخت است حالا سری وقت ها می ترسیم می بیمه الله در روز قیامت چقدر اوامر الله در مقابل ما هست و صدها امر الله در مقابل ما هست و ما بی تفاوت هستیم غافل هستیم به هر صورت شما سعی کنید من تنها چیزایش میگم باز تفصیلات شده در هفته‌های بعدی انشاءالله براتون میگم شنیدن صدای شهوت انگیز است نیست
پس یک حرام موجودیت شعرهای فاسقانه و فاجرانه و شرکی و کفری، یک گناه در یک پارچه موسیقی. دوم، شنیدن صداهای شهوت انگیز. صحیح است نه؟ چند گناه شد در یک پارچه موسیقی؟ دو گناه نه؟ دو حرام. خب، حال بسیاری کسا، بعضی کسا میگه موسیقی حلال است یا حرام است؟ حال ما برش میگم که سعی کن که چند تا حرام است، باید بگو که نگو که موسیقی حرام است، بگو در موسیقی چند تا حرام است، چند تا حرام است. این دو تا حرام. سوم، موجودیت پسران و خردسال و زنان و دختران، حلال است یا حرام؟ یکی میخوانن اگر او پسرک های خرد در بین بچک های خرد بخوانه یا دخترک های خرد در بین دخترک ها و زن ها بخوانه، اما ای که مثلا یک دختر بالغ یا یک پسر میخیزه در بین مردم و از موسیقی استفاده میکنه، اصل نیست؟ چهارمی حرامش رقص ها. صحیح نیست؟ حالا تاریخ موسیقی امروز که آمده، او موسیقی ده سال پیش وارد نیست که یک خواننده پلوی خواننده دیگه استاد میشد، خانم و شوهر استاد میشدن و خواندن میکنن، آرام بودن. آقای صاحب عمو خانم و شوهر میرقصن، میرقصن هم میرقصن. خب این حرام چهارمی. حرام پنجمی، آشکار نمودن اعضای بدن برای نشر شهوت. او بزر و او دختری که میرقصد این موسیقی و خواندن میکنن، آیا لباس های کلان کلان این قسمی پوشیدن؟ ها؟ صاحب خود که چند سال پیش بود یک نفر میمک تد یک لونگی کتا نه؟ اجره مجلس دیره مجلس است نه؟ بگفت نه؟ آل زایی بود که می به دو صد قلم آرایش شدگی و با این آستین یخنش لباسش، آیا ای در موسیقی هست نیست؟ پس این حلال است یا حرام؟ حرام است. چند حرام شد؟ پنج حرام. ششمی حرامی که در موسیقی امروز است، اختلاط میان مردان و زنان. هست نیست؟ هست نیست، اختلاط نیست. همین هر پارچه موسیقی که مثلا در یک هتل میمانه، دو تا مرد به همراه دو تا زن میرقصن هم میرقصن. خب این ششمی حرام. در آغوش گرفتن زنان و مردان و نامحرم، هست نیست در این موسیقی ها؟ و خود تو طبعه نیست که امتا قرار آرام شیشته، آرام قرار استاد است یا تنها خودش رقصیده میره، او خوزای برو شانزا قسم ملاق میده، هست ای حرام. یعنی خیلی است، ما و شما خود مردم های ساده نیستیم، ما خود شما خود مردم های کلتان تحصیل کرده هستین، کلتان لیسانس هستین، حداقل هم خورترین تان شاگرد مکتب هستین، ده هست، دوازده هست، نو هست، هشت هست، حداقل یک مدت را ما شما تعلیم و تربیه کردیم. ما شما خصاصاتی بعض نمیگیم، ما خود همین جامعه هستیم، زندگی میکنیم. آیا هست نیست؟ آیا امیر ما مقایسه میکنیم که این حلال است یا حرام؟ سر هر کدامش بحث میکنیم. خب اشتمش، وقتی که دو ساعت سه ساعت یک نفر موسیقی میشنوه، ثم لا تسالون یومئذ، آیا وقت یک نعمت الله هست نیست؟ محاسبه میشیم نمیشیم؟ وقت خدا که ما در موسیقی میتیم چقدر وقت ضایع بشه؟ یک نفر در تاکسی، دریور تاکسی هست، یک نفر در موتور خودشه، از خیرخانه میتونه تا دی افغانان یک سی دی کست اسلامی رو بونه، ده نفر به نماز نماز خوان میسازن، لکن شش نفر که ازش چه ارشش از یاره بزور موسیقی میشنوه، یک ساعت وقت کل گیره گرفت نگرفت. والله ما در موتور کی بالا شدیم که موسیقی هست، بسیارش از ترس چیز گفته نمیتونیم، قرارش چی بود که خوانده رو مانده. اگه کدام وقت از ما کردن بچه‌م خوب‌تر است و باجرات است، باش من کاکا می‌خواندن تا گلکو من میترسم کلی یک بیابی نکنه یا دو نزنه یا دشنام نده، چیز نمیگم شما دیگه، من خلاص اون تو خدا چوب می‌گیریم. اگه دیدیم که ادر قوارش تو آدم خوب از گپ شروع که باز من بیاد خیم یک در پخش کو باز قصه می‌کنیم در غیر از سر باز باز میگم یا الهی ما همین خواسته بشیم بزور سرم شنوان الهی در روز قیامت مثلا شهادت میدم که پروردگارا این دریور تاکسی از خیرخانه شروع تا دیوانان سر من موسیقی شنوانده، الهی پروردگار همین یک ساعت من در روز آخرت یک ساعتی یک دوسپان کلا نمیگردن با خرس خفکش کو بزور سر من شنوانده، اصل نیست بزور. خب از کابل کده والا قندوز خوب، از قندوز میرفتیم کبابا میخوردیم، خوب کستای اسلامی ماندگی بود، گفتم والا خدا کاش که من در قندوز خانه می داشتم، کاش که قندوزی می بودم. اما در کابل نه، یک هتل را نیفتم که آدم در هتل بره
یک چهار کلمه ببین یک نفر ریش کلان شش چرچ چهار زانو این تو افتاده تو رو ریش شکسل میکنه این حاجی صاحب تو بریم در هتل حاجی صاحب نان بخوریم و حاجی صاحب از او کده که خواندن زشت و حرام و ناروا نیست حاجی صاحب خدای پاک هدایتت کنه والله حاجی صاحب هتلی اگر در روز قیامت از هر نفر که پیشت نان خوردن پیش الله اگر از یخنت نگرفته این خب نامتام حاجیست اکسای بابا کلان تام دهی بالی سر و پالوی دست کرده و باز غیرت بابا کلان تا زگه غیرت تا زگه اینجا نواسه کاکایی تا بر ما چالان کردی که اتن پرته خود اگه چیز بوی میگه گفت ایش نمیگم خلاصه خب صحیح شد نه؟ مصرف نمودن پول داخل شدن شراب نوشی در بین موسیقی هست نیست؟ خب خوردن شراب چند نفر بیشن شراب بخورن و خواندن بکنن ها؟ کدام مولوی ده میگه که حلال است بفرمایید خب غض البصر از بین میره نمیره در قرآن گفته که وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم بگو برای مسلمان ها که چشمتان از نامحرم بپوشونید خب به او خواندن که تو سل میکنی چقدر غض البصر میشن او در آیت قرآن گفته که تو چشمت وقتی که در راه میری اگر زن با حجاب بود سوش سیل نکن در اصل صحابه زنها چه قسم بودن؟ با حجاب بودن با زن با حجاب که در حجاب سوش سیل نکن تو بازی زن با این حالت سیل میکنی این دیگه حرام است نیست ضد آیت قرآن عمل شد نشد خب آیت قرآن گفته که ولا تقربوا الزنا مخالفت با آیت قرآن که چیست؟ ولا تقربوا الزنا نگفته که ولا تزنو آیت قرآن نگفته که زنا نکنی گفته که ولا تقربوا الزنا به زنا؟ آیا این موسیقی های امروزی مردم به زنا و همجنسگرایی نزدیک میسازه یا دور میسازه؟ نزدیک میسازه خب ببینین موسیقی کسایی که موسیقی میبینه قربانتان این اصحای شما میگن که استاد آمدن و این کاکا مره کاکا میگه که موسیقی خراب است این ما کاکا میگیم یا آیت قرآن میگه خب آیت قرآن میگه ولا تقربوا الزنا به زنا چی نشین؟ یعنی که نامحرم دست نتی سون زن نامحرم سیل نکو که نامحرم فکایی نگو که زن نامحرم ولو که مولوی باشی در یک اتاق تنها ما که یکان شاگرد پانتون کدام وقتی کدام کسی کدام خواهر از پیش ما پرسکن میکنن این خواهر عزیز ارده و بلند در این مزر عام در یک جای گوش استاد میشیم کلگی میبینه اما در یک اتاق در دفتر خواهیم خواهر عزیز ما تو تنها در اتاق حرام است ناروا هست والا حتی بازم نامحرم خب سیزده همش تشبه با فاسقا و بیدینا هست یعنی موسیقی رو کی خوش داره آدم های خوب یا فاسقا ها؟ و در موسیقی را که در دین داخل کردن ما داخل کردیم یا اونجا اون دو داخل کردن خیلی مشابهت با کی آمد؟ در موسیقی دینی مشابهت با کفار آمد و موسیقی فاسقانه مشابهت آمد با کی؟ با فاسقا و فاجر خب و تشابه من تشبه به قوم فهو من آیا اجازه داریم با غیر مسلمان و بیدین ها خود مشابه بسازیم؟ حق نداریم خب دیگهش تشبه با کافران چهاردهمش ایجاد بدعت در دین توسط موسیقی است نیست بدعت است نیست کی رو در دین داخل کردن کی والا ثواب داره حالا این کسایی که طبله میزنن از تم غریب و خوار و دلازار یا علی که خوانده میره ای از این ثواب میبره یا گناه خودش چی فکر میکنه خودش میگه ثواب است خب پانزدهمش ایجاد خوارم المروءه یا بی شخصیتی انسانایی که در موسیقی یا کار میکنن میشنه یا شخصیت خود از دست میته نمیته آیا مسلمان باید با شخصیت باشه یا بی شخصیت همین که یک چیز انسان بی شخصیت میسازه خودش حرام است همین که شخصیت مسلمانه سرش علامه استفهام میره انسان مسلمانه بی شخصیت میسازه این حلال است یا حرام هر چیزی که آدم بی شخصیت بسازه علمای حدیث وقتی که یک نفر میدن که در راه نان میخوره حدیثش نمیگرفتن میگفتن به شخصیت است نان خوردن در راه در اسلام چی انسان میسازه حدیثش نمیگرفتن کس را دید امام بخاری میره یا کس را میبینه
فلانی حدیث داره. میره یک روز سفر کردن. باش خانه درازی که تق تق میزنه. سلام علیکم، خوب هستین؟ سرتان خوب است؟ میبینید درا کی هستی؟ والا میبینید که دستش نان است خورده میره. همون نفر تو هستی؟ میگه با مان خدا. چرا میگه نان خوردن درا چی است؟ آدم چی میسازن؟ به شخصیت میسازن. برو یک جای بشین گوشه سنگین بشین نان تو بخور. اینا له خب وقتی که تبله دستش باشه، دول دستش باشه، خودش میرقصن. همین کاکاگاکای رگانه که ببینید که در بین مجلس خیز میپرتاشن میپرتاشن، همین شخصیتش پشتان چی میشه؟ والله نه تنها به شخصیت میشه، باور بکنید بسیاری جوانا را از دین متنفر ساختن. یعنی نفر لنگی در سرش ریش داره عتن میپرتن. بعضی جوانای با شخصیت که هست میگه والله اگر دینی قسم باشه من از دین تیر. بعضی از جوانا را از دین مرتد ساختن. خب دیگهش موجودیت وسایل موسیقی حرام و ناجایز، این دیگه حرام. و دیگه ایجاد فرقه های جدید حرام دیگه، که آل بنام شیطان پرست یک قسم مردم ها پیدا شدن که و از طریق موسیقی امی عقیده خود در بین مردم مروج می سازن. و حرام دیگهش چی است؟ دعوت به همجنسگرایی هست نیست؟ دعوت به چی؟ همجنسگرایی. بعضی کاکاکا را سعی کنید خدا هدایتش کنه، خب خدا دیندار هم میگیره. واسه ایره من عیده بودم روز یک کسی یک کلپ هم چون در موسیقی تا چی میگه؟ بیاگه من در موسیقی تا تحقیق بگیره که من برده اصل موسیقی رو نشار بودم. دیدم صاحب که پسرهای جوانه لباس زنانه پوشاندن و سرخی کردن، سفیده کردن و او باز نطاق برنامه را که جور کرده باز برش میگه که او که 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 امجزگراهای غربی را شرماندی در زنبیل غم. این حاله تقریبا وقتی که ما تقریبا که دمی چند وقتی که در موسیقی تحقیق کردیم در یک پارچه موسیقی من 16 یا 17 حرام پیدا کردم. این حال کسایی که بگه که موسیقی باز انشاءالله در هفته آینده بخیر ما و شما باز فصل اول شروع میکنیم سر شعر و ابیات در موسیقی، که من بر شما مثال های از اشعاری بیارم که این اشعار خطرناک سبب کفر میشن، سبب دشنام دادن و پیغمبر ها میشن، به احترامی به صحابه کرام میشن. باز انشاءالله بحث های دیگه شده در ابتهای آینده انشاءالله که اگر زندگی بود دوام خود دادیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اله پروردگارا اول خود ما را هدایت بکن. الهی آنچه که میگیم از زبان ما بعض کلمات اگر اشتباهاً خارج میشه معصوم نیستیم، بیگناه نیستیم. الهی پروردگارا کلماتی که از پیش ما اشتباه میشه او را ببخش. و آنچه را که میگیم میخواییم که دین را بفهمیم. پروردگارا در وقت خطرناک قرار داریم، آخر زمان است، جنجال ها زیاد است. الهی پروردگارا دین ما را تو حفظ بکن. الهی قلب ما را به ایمان ثابت بداشته باشه. الهی ما را از این لهو لهب و از این بدبختی ها حفظ بکن. الهی اگر کدام اشتباهی کردیم توبه میکنیم، به بارگاه تو رجوع میکنیم، توبه ما را قبول بکن. الهی آخرین کلمه که از زبان ما خارج میشه در وقت جان کندن کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. العفو منك إلهي والذنب جاء مني. العفو منك إلهي والذنب جاء مني. والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني. والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني. حسن ظني. العفو منك إلهي والذنب جاء مني. العفو منك إلهي والذنب جاء مني. والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني. والظن
الظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي اغفر يا ربي ذنوبي واستر يا ربي عيوبي اغفر يا ربي ذنوبي